توپ طلا به کریم بنزما خواهد رسید. ژاوی: امیدوارم رئال مادرید امتیاز از دست بدهد. دستگرمی برای دربی، زد و خورد هواداران رئال و اتلتیکو. عصبانیت رونالدو پس از گلزنی: اینجا عکس نمیگیرم. با توافق میلان و اینتر، تخریب سنسیروی خاطر انگیز. دو باشگاه اینتر و میلان توافق کردند که ورزشگاه سنسیرو را به عنوان بخشی از پروژه ساخت ورزشگاه جدیدشان تخریب کنند. پروژه ساخت ورزشگاه جدید در شهر میلان برای دو باشگاه اینتر و میلان مطرح شده بود و حالا قرار است این طرح به زودی اجرایی شود. این دو باشگاه در طول سالهای اخیر از ورزشگاه سنسیرو به صورت مشترک استفاده می کردند و دیدارهای هر دو تیم در همین زمین برگزار می شد. حالا روزنامه ایتالیایی گدیزه تادلو اسپورت خبر داده است که مدیران این دو باشگاه با تخریب این ورزشگاه در روند پروژه ورزشگاه جدید که قرار است تا فصل 2027-28 قابل استفاده باشد موافقت کردند. این دو تیم میلانی قرار است 10 جلسه مشترک در طول چند ماه آینده برگزار کنند. اسم ورزشگاه جدید این دو باشگاه قرار است کترال باشد و فاصله آن تا ورزشگاه سنسیرو فعلی صرفا چند متر است. در ابتدا قرار بود که فقط بخش از این ورزشگاه تخریب شود، اما برای کاهش میزان استفاده از مصالح سیمانی در این منطقه و همچنین رعایت قوانین محیط زیستی، این دو باشگاه به توافق رسیدند که وقتی کترال آماده شد، سنسیرو به صورت کامل تخریب شود. عصبانیت رونالدو پس از گلزنی: اینجا عکس نمیگیرم. کریستیانو رونالدو ستاره منچستر یونایتد با وجود گلزنی برابر شریف واکنش خوبی به درخواست گرفتن عکس از سوی یکی از هوادارانش نداشت. منچستر یونایتد شب گذشته در دومین دیدار از مرحله گروهی لیگ اروپا به مساف شریف رفت و موفق شد با نتیجه 2-0 برابر این تیم به پیروزی برسد. جیدون سانچو گل اولین بازی را روی یک حرکت زیبای تیمی به ثمر رساند و رونالدو هم موفق شد گل دوم تیمش را از روی نقطه پنالتی به مر برساند. این اولین گل این بازیکن پرتغالی پس از تابستان پرهیاهویی که او در آن قصد ترک اولترافورد را داشت، اما در نهایت موفق نشد به حساب میآید. با این حال به نظر میرسد که او با وجود پایان دادن به بحران گلزنیاش در فصل جدید چندان علاقه به گرفتن عکس با هوادارانش نداشته است. بین دو نیمه این بازی و زمانی که رونالدو در حال رفتن به سمت رختکن بود، یک از اعضای کادر پزشکی حاضر در ورزشگاه به سمت او آمد و درخواست کرد که عکس با او بگیرد، اما این بازیکن حتی حاضر نشد به این زن نگاه کند و صرفا در حالی که به سمت رختکن میرفت دست او را با قدرت پس زد و به مسیرش ادامه داد. یک از اعضای تیم محافظتی حاضر در ورزشگاه سریان روی این صحنه دخالت کرد. این عضو تیم پزشکی را عقب نگه داشت تا درگیری بیشتر ایجاد نشود، اما این صحنه از چشم دوربین ها دور نماند. توپ طلا به کریم بنزما خواهد رسید. اکسل ویسل، هافبک بلژیکی اتلتیکو مادرید، مدعی شد توپ طلای سال جاری به کریم بنزما خواهد رسید. اتلتیکو مادرید شروع چندان خوبی در این فصل نداشته است. پس از شکست 4-1 سلتا ویگو در هفته گذشته، آنها روز سه‌شنبه در لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2-0 مغلوب بایر لورکوزن شدند. حالا تیم دیگو سیمونه در هفته پیش رو در دربی مادرید به مساف رئال خواهد رفت و حریف آنها در تمام مسابقات فصل خود در لالیگا و لیگ قهرمانان موفق به کسب پیروزی شده است. اکسل ویتسل، هافبک جدید روخی بلونکوس، مدعی شد همیشه رؤیای بازی در دربی مادرید را در سر داشته و آنها توانند در این بازی به برتری دست یابند. اکسل ویتسل گفت: رئال مادرید در حال حاضر تیم واقعا خوبی است که ستاره های زیادی در ترکیب خود در اختیار دارد. کریم بنزما در ماهای اخیر در فرم فوق العاده قرار داشته. او همیشه و در سالهای گذشته بازیکن بزرگی بوده است و به نظر می رسد در این فصل توپ طلا را نیز از آن خود خواهد کرد. ژاوی: امیدوارم رئال مادرید امتیاز از دست بدهد. ژاوی سرمربی جوان بارسلونا مدعی شد دربی مادرید بین رئال و اتلتیکو را تماشا خواهد کرد. بارسلونا و رئال مادرید فصل را درخشان آغاز کرده و از همین ابتدای کار نشان دادن مدعیان شماره یک فتح لالیگا محسوب می شوند. بارسلونا این هفته در شرایطی به مساف الچه می رود که در پایتخت رئال مادرید و اتلتیکو با هم بازی خواهند کرد. ژاوی در نشست خبری پیش از مسابقه با الچه حاضر شد و ابراز امیدواری کرد که رئال مادرید در دربی امتیاز از دست بدهند. ژاوی گفت: الچه رقیب شبیه به کادیز با شرایط اضطراری است و سبک بازی این تیم فیزیکی خواهد بود. آنها کار را برای ما پیچیده می کنند. دعوت نشدن آنسو فاتی به اردوی تیم ملی اسپانیا.
من با لوئیس انریکه بدون هیچ مقدمه صحبت می کنم، اما رفتن به جام جهانی در نهایت به او بستگی دارند. اهمیت دربی مادرید. ما باید بازی خود را انجام دهیم و در ادامه ببینیم در دیگر مسابقات چه اتفاقی رخ خواهد داد. من قطعا دربی را تماشا خواهم کرد، اما هدف اولی ما برتری برابر الچس و ما 3 امتیاز این مسابقه را می خواهیم. البته اگر رئال مادرید امتیاز از دست بدهد برای ما خوب خواهد بود. دستگرمی برای دربی. زد و خورد هواداران رئال و اتلتیکو. گروهی از هواداران رئال مادرید و اتلتیکو در آستانه دربی روز یکشنبه به صورت گروهی 10 نفر مقابل هم ایستاده و به زد و خورد پرداختند. هواداران رئال مادرید و اتلتیکو در پایتخت اسپانیا هیچ علاقه‌ای به گروه مقابل ندارند. رقابت تاریخی بین دو باشگاه شهر مادرید حتی باعث شده بین هواداران دو تیم رابطه پرتنش شکل بگیرد که گاه به مرز نفرت متقابل میرسد. در اسپانیا رئال تیم متعلق به طبقه نخبه و مرفه و اتلتیکو تیم طبقات پایین‌تر و کارگران به حساب می‌آید. در آستانه دربی روز یکشنبه گروهی از هواداران افراطی دو تیم برای دستگرمی برنامه عجیب تدارک دیدند. مارکا در گزارش اعلام کرد گروهی از هواداران تفوسی رئال و اتلتیکو با قرار قبلی در محوطه جمع شده و به صورت تیم‌های 10 نفره مقابل هم ساده و سپس به زد و خورد پرداختند. تیم‌های 10 نفره هواداران رئال همگی لباس سفید بر تن داشتند و اتلتیکویی‌ها با لباس سرخ صف بستند. در تصاویر مخابره شده از این دعوای عجیب هم به نظر می‌رسد دو طرف از سلاح‌های سرد هم استفاده کردند.